ببینید، ما هیچ گفتگوی دو جانبه با ایالات متحده نداریم و تا موقعی که ایالات متحده مسیر غلط خودش رو اصلاح نکنه هیچ تغییری در سیاست های ایران صورت نخواهد گرفت. ببینید، تا امروز که نزدیک به دو ماه از دولت جدید آقای بایدن گذشته، حتی دولت آقای بایدن رسما بازگشت خودش رو به تعهدات حتی در کلام ما اعلام نکرده. این یک واقعا شرم تاریخی هست برای دولت آقای بایدن که کارزار انتخاباتیش رو جور دیگه ای چیده بود، اما در عمل ما با دولت متفاوتی روبرو هستیم. حرفای خوبی این ور اون ور پراکنده زده شده، به گوش ما هم رسیده، اما ما تا موقعی که عمل نمیدیدیم و عمل نبینیم سیاستهای خودمون رو بر اساس حرفا تنظیم نخواهیم کرد. یعنی به عبارت دیگه ای اما عمل متناسب و متقابل رو انجام خواهیم داد. این تلخ هستش که برجام توسط دولت ایالات متحده و همون تیمی که برجام رو مذاکره کرد در محاق از بین رفتن قرار گرفته و مسئولیت تاریخی رو اونها متوجه خودشون میکنن و تاریخ فراموش نخواهد کرد. در خصوص روابط ما با اتحادیه اروپا و آقای بورل، مسیر دیپلماسی مسیری است که همواره باز بوده. ما نشست کمیسیون مشترک اتفاقی براش نیفتاده. برجام و نشست ایران با 4 کشور باقی مانده در توافق هسته‌ای طبق مسیر خودش مجاری تبادل نظر و گفتگوها و نشست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. این ایالات متحده است که برای اینکه به میز برگرده به عنوان کشور ناقض برجام باید تعهدات خودش رو